شری به نس خوش اومدید. ایشالله که حالا احوالتون خیلی خیلی خوب باشه و خوب و توپ و عالی. مثل همیشه ازتون ممنونم که همراه کانال شری به نس هستید. مرسی که سابسکرایب میکنید. حتما حتما هم یادتون باشه که زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو بزنید تا از ویدیو جدید ما اطلاع پیدا کنید. اگه ویدیوهای ما رو دوست دارید چی؟ با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بذارید. اما ویدیوی امروز یه ویدیوی خوب و عالی با چند تا حرکت رقص خوب و عالی برای مهمونی، برای کسایی که مبتدی هستن یا برای کسایی که مبتدی هم نیستن، حرکات بسیار خوب و مناسب هست که در عین سادگی زیبا و متفاوت برقصید. اما یه چیز رو یادتون باشه، ویدیوهای رقص من خیلی زیاد هستن و اتفاقا تو یه سری ها که مثلا یه آهنگ رو من تدریس میکنم یه سری میان کامنت میذارن میگن که این که رقص مال مهمونی نیست. قطعا مال مهمونی نیست، اون اجرای هنری رقصه. شما وقتی که مثلا توی مهمونی داری شلوغ میرقصی، جلوی یکی داری میرقصی که نمیتونی اون حرکت ها رو بری، به خصوص اگر با کسی برقصی که برای فان داره میرقصه و رقصنده نیست. بنابراین مهمترین نکته اینه که بدونین کجا و چطور برقصید. اگه میخواین تو مهمونی جایی که شلوغه برقصید، مثلا حرکتاتون رو باید یک کمی کوچیک‌تر بکنید. اگه میخواین اجرا برین، مثلا برای یه سری کسایی که دوستشون دارین، برای دوستانتون، برای یه سری بیننده، اون کاملا فرق میکنه. بنابراین مهم اینه که بدونین کجا و چطور برقصید. حرکت‌های امروز حرکت‌های ساده‌ای هستن، اما اگر مبتدی هستین باید همینا رو هم تمرین کنین که روی تنتون بشینه. یادتون باشه لبخند بزنین وقتی میرقصین، اجازه بدین بدنتون نرم حرکت کنه. تمرین کردن این حرکت ها بدن نرم حرکت میکنه. تو مهمونی ها علاوه بر این که زیبا میرقصین، ساده میرقصین، متفاوت خواهیم بود. و دیگه همین دیگه، بریم با هم دیگه شروع کنیم. خب میریم شروع میکنیم حرکت امروز رو. چند تا حرکت پای خیلی ساده داریم و چند تا حرکت دست خیلی ساده که اینا رو اتفاقا میتونیم با هم دیگه میکس کنیم. یعنی این قانون نیست که حتما این دست رو با این پا برید. اول میریم با حرکت دستش. حرکت دستش، اول اینکه سعی کنید فرم دستاتون رو زیبا بگیرید. توی ویدیوهای قبلی که درست کردم دارم ویدیو که برای اینکه بتونین حرکت دستتون رو، مش دست رو درست برید و حتی دستاتون رو، یه ویدیو اخیراً ضبط کردم که در واقع یادتون میده چطور دستتون رو رها حرکت بدین و اون انرژی خوب رو بدین به دستاتون. حالا یکی از دستایی که امروز میریم که برای مهمونی میخوام بریم خیلی هم ساده است، به خصوص اگه موهاتون باز هست، اگه موهاتون بلند هست، اگه موهاتون بلند نیست و باز نیست هم حرکت رو میتونیم بریم. دست فقط میره بالای سر. اگر موهاتون به این صورت، اگر موهاتون باز هست دستتون رو میندازین زیر مو و مو میتونه بیاد بالا، آرنجا بالا هست. خب توی همه حرکت ها میتونین این حرکت دست رو بگیم. حرکت دست دیگه ای که میریم اینی که دوتا دست میاد زبدر روی دوتا سرشانه و بعد آهسته میاد پایین. زبدر میاد پایین، زبدر. حالا این میتونه دست بزرگتر بیاد پایین اگر که جا داریم. اگر توی مهمونی شلوغ دست میاد زبدر میشه و همون نزدیک بدن میاد پایین. اما دست دیگه زبدر میشه جلوی شکم، دست کاملا باز میشه میره بالا و حالا همون مسیری که رفته بالا رو برمیگرده میاد پایین. پس از جلوی شکم کف دست به سمت بالا میاد تا کناره های بدن. حالا اینجا پشت دست به سمت بالاست، میره بالا، به همین صورت برمیگرده میاد پایین. اینم یکی دیگه از اون دستایی که میتونیم استفاده کنیم. دست دیگه که استفاده میکنیم، دست همینجا کنار بدن باز هست. اگر از این زاویه دقت کنید، نگاه کنید، دست من کاملا کنار بدن نیست، جلو هم نیستش. اینجا آرنجا رو یه ذره خم میکنیم، پشت دست میتونه به سمت بالا باشه، کف دست هم میتونه به سمت بالا باشه. اما خیلی مهمه که انگشتاتون رو زیبا بگیرید، دست بدون حس نباشه. پس یه بار دیگه میگیم، دست میره زیر موها، موها میاد بالا. موها بسته است یا موها کوتاهه، دست فقط میتونه بیاد روی سر به این صورت. حرکت دیگه، دست ها میاد زبدر میشه با حس میاد پایین. دست دیگه، دست میاد زبدر میشه جلوی شکم، باز میشه میره بالا و باز دوباره همون مسیر رو میاد پایین. دست دیگه همینجور دست کناره و جلوی بدن هست و آرنجا ریلکس هستن. دست خیلی صاف نیست و خیلی هم خم نیست، دست
توی راستای سرشان است، دست پایین قرار نمیگیره چون دیگه زیبا نیست، میتونه یه ذره بالاتر باشه، بهترین حالت تو راستای سرشانه، آرنجا یه ذره از سرشانه پایین تر. پس این حرکت های دستمون بود. حالا میخوام بریم حرکت های پا رو تمرین کنیم. ببینیم یکی از حرکت های پا به خصوص مثلا اگه بخواید در جا برقصید، اینی که زانوها رو یکی یکی خم میکنین، اجازه میدین باسن از راست و چپ بالا و پایین بره. اگه از این زاویه دقت کنی میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 با ریتم آهنگ، حالا هر ریتمی که داری، یعنی پا زانو خم و راست میشه. اجازه میدم ببینی این اشتباهه، درسته برای کسی که تا حالا نرقصیدن، این فقط داره زانو خم و راست میشه، ولی اگه زانو تو خم و راست کنی، وزن بدنت رو شیفت کنی به یک سمت، اون وقت باسن هم بالا پایین میشه دوباره به این صورت. حالا میتونی اینو آهسته بری یا میتونی تندتر بری، درسته؟ بعد از این پس یادتون باشه زانو خمراست، یک به یک، یک به یک، باسن از چپ و راست بالا و پایین. یعنی چی بالا و پایین؟ یعنی اگه راست میره بالا، چپ پایین، اون پایی که زانوش خمه باسن میره پایین، یه خط اورید، درسته؟ عوض میشه، وزن من هم داره شیفت میشه از روی پا روی به پای دیگه. این یه پا بود. پای دوم و سوممون بهش میگن مثلث، که یکیش مثلثه به این صورته، خب من اینجا، یکیش مثلث عادیه، من با پای راست میرم سمت راست، با پای چپ میرم سمت چپ، برمیگردم میام سر جا. خب پس من اینجا وایسادم، با پای راست میرم سمت راست، با پای چپ میرم سمت چپ، راست برمیگرده سر جاش، چپ برمیگرده سر جاش، میشه 1 2 3 4 1 2 3 4. قدمتون رو خیلی بزرگ بر ندارید، اینطوری قدم کوچولو با ناز، 1 2 3 4، درسته؟ حالا اگه مثلث زبر در باشه، من اینجام دیگه، با پای راست میرم چپ، با پای چپ میرم راست، یکی یکی برمیگردم سر جا. دقت کنید مثلث زبر در، با پای راست میرم چپ، با پای چپ میرم راست، حالا پای راست برمیگره سر جاش، چپ هم برمیگره سر جاش، میشه 1 2 3 4. برای اینکه این حرکت زیبا بشه به چه موضوعی باید دقت کنید؟ 1. پنجه های پای من رو نگاه کنید، به سمت خارج هست، یعنی پای راست پنجه به سمت راسته، پای راست پنجه رو به سمت چپ نذارید، زشت میشه، زشت میشه و اصلا برای پاتون هم خوب نیست. پس 1. حالا پای چپ میره سمت راست، پنجه پا به سمت چپ، یکی یکی برمیگردن سر جاشون، پس میشه راست چپ، راست چپ، با چپ هم میتونیم بریم، چپ میره سمت راست، راست میره سمت چپ، پنجه های پا رو دقت کنین، چپ برمیگرده، راست برمیگرده. خب پس اینم پای مثلث بود. مثلث ساده بهش میگیم، هر پا میره سمت خودش، یا مثلث ضرب در. پس شد سر جا، باسم بالا و پایین، زانو خم و راست، یک به یک، مثلث ساده قدم کوچیک، مثلث ضرب در بازم قدم کوچیک. خب اینم مثلثامون بود. میمونه یه پای دیگه که خیلی ساده است، یه ذره از زاویه براتون میرم این حرکت رو ببینید. یه پا رو توی مرکز نگه میدارید که پای چپه، مثلا الان پای راست میره جلو، چپ تو مرکز سر جاش، یه بار بلند میشه دوباره میاد پایین، حالا همون راست که جلو بود میره عقب، چپ تو مرکز، یعنی یه پامون تو یه جا میمونه، یعنی پای چپ من از اینجا تکون نمیخوره، راست میره جلو، چپ میاد، راست میاد عقب، راست میره جلو، راست میره عقب. میتونم اینو عوضم بکنم، حالا راست سر جاش هست، چپ میره جلو، چپ میاد عقب، چپ میره جلو، چپ میاد عقب. یادتون باشه که پایی که مرکز هم مرکز هست هم بلند میشه، حرکت داره ولی در جا، یعنی حرکت هم اینطوری نیستش، میره وزن شیفت میشه رو پای جلو، حالا وزن رو میندازم رو پای عقب، حالا پای جلویی میره عقب، وزن شیفت میشه میاد روش، این پا دوباره
یک به یک وزن هی شیفت میشه. پس میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 یا میتونید پا رو هم عوض کنید. پس شد 4 تا پا، پای جلو عقب بود، مثلث ضربدر و مثلث ساده بود و حرکت درجا. خب حالا میخوایم که این حرکت ها رو با هم یه ذره تلفیق کنیم. ببینیم، گفتم به تو هیچ قانونی نیست، میتونه دست ها با پاهای مختلف باشه. امروز ولی من انتخاب میکنم برای اینکه براتون ساده ترش کنم، هر دست رو با یه پایی میرم. خب این حرکتی که درجا بود، باسن بالا و پایین، دست از جلوی سینه باز میشه میره بالا و دست همون راهو برمیگرده میاد پایین. اگه هشت شماره بریم میشه 1 2 3 4 5 6 7 8. خب بعد اگر که بخوام برم رو پای ضربدر، مثلث ضربدر و مثلث ساده، مثلث ساده دستم رو همینجا کنار بدن نگه میدارم، مثلا میشه 1 2 3 4، دست میتونه بیاد پایین، 1 2 3 4، دست که همین کنار بدن هست، کار خاصی نداره، میتونم برم رو پای مثلث ضربدر، 1 2 3 4. پس دقت کنیم، مثلا اگه بخوام این ستا رو پشت سر هم برم میشه 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. یعنی اولی رو میرم با پای ساده، نزبدر، دستم که میاد پای بلا فاصله میرم با پای زبدر، جفتشون رو هم با پای راست شروع کردم. شما اگه دوست دارید میتونید با پای چپ شروع کنید، من پای راست هم بیشتر دوست دارم برای هر کس. پس یه بار دیگه میریم میشه 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. حالا میرم با پای راست جلو عقب، دقت کنین، 1 2 3 4، یعنی دستمو میذارم جلوی شونه، پا میاد روی شونه ضربدر، پا میاد جلو، وقتی دارم پای راست میبرم عقب، دو دست میاد پایین، میشه 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد دوباره میشه 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. حالا دقت کنید، یه کوچولو میخوام بهش اضافه کنم، میخوام یه کوچولو چرخشم بیارم توش، اما چرخش چیز عجیبی نیست، همین دسته با همین پا شروع میکنم چرخیدن، 1 2 3 4 5 6 7 8، یعنی به جای اینکه این حرکت رو در جا برم باهاش میچرخم. پس میشه 1 2 3 4 5 6 7 8. حرکت اولمون رو میتونیم چرخشی هم بریم. این حرکت ها رو حرکت های ساده ای هست که تو مهمونی میتونیم برید، تو مهمونی شلوغ هم میتونیم برید. دستاتون آدم کمتر بود میتونید بیشتر باز کنید، اگه آدم بیشتر بود دستاتون رو بیشتر نزدیک به خودتون نگه دارید. ببینید مثلا این حرکت ها دست خیلی داره نزدیک به خودتون حرکت میکنه. حالا دقت کنید، مثلا این دست رو با پای مثلث هم میشه رفت، میشه گفت 1 2 3 4، یا حتی با مثلث ضربدر 1 2 3 4. یادتون نره که باید بخندید، سرتون رو آزادانه حرکت بدید. خب بریم حالا همه این حرکت هایی که یاد گرفتیم رو با یه آهنگم تمرین کنیم.
امروزمون با آهنگای مختلف حرکت ها رو تمرین کنید. یادتون نره رقص فقط به دست و پا نیست، باید صورتتون هم برقصه، باید اجازه بدید اون کسی که شما رو میبینه یا اون کسی که داره با شما میرقصه تمام اون انرژی مثبتتون رو دریافت کنه و با خودش ببره به دور دورا. خیلی مهمه که صورتتون میمیک صورتتون و اون انرژی که از بدنتون میدید بیرون هم در حال رقص باشه. مرسی که توی این ویدیو هم همراه من بودین. مثل همیشه ازتون ممنونم که سابسکرایب میکنین، حتما حتما زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما اطلاع پیدا کنین. اگر ویدیوی خاصی، حرکت خاصی، ورزش خاصی، نظر خاصی دارید حتما به ما بگید که کمک میکنه به من توی درست کردن ویدیوها، اما صبرش رو هم داشته باشین. بعضی اوقات بعضی ها میان مدام کامنت میذارن من این ویدیو رو خواستم پس چرا درست نکردین، من این ویدیو رو خواستم پس چرا درست نکردین. هممون سرمون خیلی شلوغه و من تمام تلاشم رو میکنم که در عین سرشلوغی ویدیوهای شما فراموش نشه، حتما حتما ولی تو ذهنم هست و براتون میسازم. مراقب خودتون خیلی باشید و توی ویدیوی دیگه منتظرتونم.